سلام و وقت بخیر عرض میکنیم این خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خیلی خوش برگشتید به یکی دیگه از ویژه برنامه های راه سلامت. توی این برنامه یکی از موضوعات بسیار جذاب و داغ این روزها رو میخوایم باهاتون در میون بذاریم و صحبت کنیم، از راهکارهای جلوگیری از ریزش مو و مهمتر از همه راهکارهای رویش مو. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. دانا بینا هستم در کنار یکی از کارشناسان خبره این حوزه، سرکار خانم دکتر سما، دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی، بیش از 10 سال سابقه داروسازی در کانادا و دارنده لوح تقدیر مهاجران موفق کانادا از وزیر کار کانادا در سال 2014. واقعا افتخار میکنیم. خیلی خیلی خوش اومدین خانم دکتر به برنامه خود. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی بزرگواری، باعث مباهات و افتخار ماست. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خانم دکتر سما، خیلی سوال میپرسن که ما ریزش مو زیاد داریم، چه راهکارهایی برای جلوگیری از ریزش مو هست، چه برندی رو با چه هزینه های مناسبی میتونیم تهیه کنیم که از این اتفاق ناخرسند جلوگیری کنیم؟ خواهش میکنم. راه های جلوگیری از ریزش مو که بسیار زیاده، راه های رویش مجدد مو کمتره، ولی به هر حال همش قابل انجام. من یک چکیده ای رو به شما میگم. اول هم به عنوان مقدمه این رو بهتون بگم که اطلاعاتی که من به شما میدم نظر شخصی من نیست، بر اساس ساینس و سواد و چیزهایی هست که کلینیکالی اثبات شده، مطالعات پزشکی بوده و کاملا کلینیکال بهش پرداخته شده. بله کاملا. به خاطر همین ممکنه با چیزی که دوستان اگه توی اینستاگرام میبینن در جای دیگه یکم فرق بکنه، چون خب جنبه علمیش بیشتر از جنبه مارکتینگشه. ما اصلا توی این برنامه ها بیشتر بحث آگاهی رسانی داریم، به هیچ عنوان موضوع مارکتینگ و تبلیغاتی نداریم و هر آن چیزی که واقعا خوبه تقدیر میکنیم ازش و تبلیغش رو میکنیم و چیزی هم که خوب نباشه اصلا کاریش نداریم. بنابراین شنونده های عزیز به نشریات زرد لطفا توجه نکنید. این روزا دانش خیلی مهمه، آگاهی داشتن خیلی مهمه و اینکه شما تشخیص بدید چه منابع و چه مطالبی به کار شما میاد و مفید فایده است و چه مطالبی در واقع زرد هست رو، این تشخیص دادنش خیلی مهمه و تمیز دادنش. خیلی متشکرم، بفهمید در خدمت شما، تریبون در اختیار شما. خواهش میکنم. در مورد جلوگیری از ریزش مو که پرسیدین، که خب همه چون خیلی اطلاع داریم میدونیم حدود 70 تا 100 تار مو در روز بریزه طبیعیه. بعضیا این خیلی به چشمشون میاد، پنیک میکنن چون موهای مثلا ضخیمتر و بلندتری دارن، احساس میکنن ریزش موی زیادی دارن. بعضیا هم خب خیلی کر نمیکنن. ولی تا این 100 تا در میاد روزی؟ اصلا در اومده قبل از اینکه بریزن. این بچه ها میریزن. بله. راه های جلوگیری از ریزش مو برمیگرده به دایت سالم، ورزش مرتب، تغذیه و ورزش. دو رکن اصلی هستن که شما موهای سالم داشته باشین. اگر که اینها کافی نیست، میتونین از یه سری ویتامین های در طول روز هم استفاده بکنین که حالا در موردش صحبت بکنم، ولی واقعا معجزه‌ای با اونها اتفاق نمیفته. اگر که دوتا رکن ورزش و تغذیه سالم رو شما داشته باشین، اعصاب راحت و بدن سالم، یعنی تیرویدتون سالم باشه، آهنتون کم نباشه، همه اینا منجر میشه شما موهای خوب و سالم و رو به رشدی داشته باشین، که یه ذره با لایف استایل های ما اتفاق نادری هست. در واقع بیشتر ما در استیجی هستیم که حالا میخوایم موهای از دست رفته رو به دست بیاریم. اگه اجازه بدین من به اون بیشتر بپردازم. من فقط این رو بپرسم از شما، از طرف شنونده ها، که این موضوعاتی که گفتیم واو، ولی هاو، چطور ما میتونیم یه دایت سالم و درست داشته باشیم؟ حالا اعصاب و روان که خب بالاخره تو این روزا نمیشه زیاد، ولی سعی کنیم رو خودمون کار کنیم، به خودشناسی برسیم. ولی روی اون دوتا موضوعی که فرمودید چطوری ما میتونیم در واقع یه پلن درستی داشته باشیم؟ اگه بخوایم بولت وار بگیم، میدونم خیلی موضوع مفصلی هست ولی خیلی چکیده، اگه بخوایم بگیم چطور؟ در مورد ورزش و تغذیه. ورزش و تغذیه، حتی اگر که آدمی نیستیم که همش به جیم بریم، پیاده روی رو در حد اینکه تپش قلب رو احساس بکنیم تو برنامه روزانمون حداقل 20 دقیقه داشته باشیم. این پیاده روی تند داشته باشیم. بله، که باعث میشه که گردش خون ما تندتر بشه، خون رسانی به سرمون بیشتر بشه. در مورد تغذیه هم که باید سعی کنیم رژیمی داشته باشیم که سورس‌های مختلف پرو
پروتئین و کربوهیدرات و ویتامین و مینرال توش حتما گنجونده بشه. مثل سبزیجات، پروتئین شیر، نمیدونم تخم مرغ، چیزایی دیگه. کاملا درسته. به صورت گوشت و اینها هم توصیه میکنید؟ گوشت هم توصیه میکنید. حتما. خیلی هم عالی. پس لطفاً حتماً اگر میتونید حداقل پیاده روی رو توی برنامه خودتون داشته باشید و سعی کنید از در واقع غذاهای و سبزیجات تازه استفاده کنید. خب حالا بریم سراغ راهکارهای رویش مو. فرمودید رویش مجدد مو رو باید چیکار بکنیم که ان شاءالله؟ بله، من در مورد قسمت تغذیه بیشتر سکوت کردم چون حوزه تخصصی من نیست، نخواستم مثلا یک نظر خیلی شخصی داده باشم. نه، فقط یه گریزی زده باشیم که برنامه رو بتونیم به جنبندی برسیم. بله، برای راهکارهای رویش مو چیکار کنیم؟ بله، رویش مو که بهتون تبریک میگم اگه شنونده این برنامه هستین، چون الان من یک نسخه طلایی به شما ارائه میدم. مؤثرترین روش رویش مجدد مو خوشبختانه ارزان‌ترینشه. چقدر عالی. که فقط شما باید اونقدر به قول اینها دیترمایند باشین، اینقدر همت داشته باشین. متشکرم. همت داشته باشین که هر روز استفاده بکنین به طور منظم، چون قطعش ضرر نمیرسونه ولی مانع از دیدن پیشرفت میشه. شاید لگد به بختمون بزنیم، چون اگر قطعش کنیم دوباره همون وضعیت. کاملا درست. ریزش مو رو دوباره داریم، درسته؟ بله. خب این معجزه هم چیزی نیست جز ماینوکسیدیل که حتما اسمشو همه شنیدیم. بسیار کار سختیه، ولی اگر که قشنگ شما هر روز یه بار صبح یه بار شب ماینوکسیدیل 5% رو به سرتون درست بزنین، یکم هم ماساژ بدین، بعد از 6 ماه میتونینش به روزی یک بار برسونین. ولی بعد از 6 ماه شما واقعا جوانه های مو رو در سرتون میبینین که پیازهایی که زیر اسکالپ موتون بوده فعال شده و مو رشد کرده. هر روز باید اینو بزنیم یا مثلا تایم مشخصی داره؟ یا مثلا تایمش مشخص؟ روزی دو بار. روزی یه دو بار صبح یه بار شب. و لازم هست شستشو بشه یا نه؟ بهتر اگه شستشو بشه، جذبش بالاتره، ولی از طرفی هم شستن زیاد مو خب توصیه نمیشه، بنابراین خیلی اهمیتی نداره. مهم اینه که روزی دو بار با طمأنینه به تمام قسمت‌های خالی سر زده بشه و ماساژ داده بشه. خود ماینوکسیدیل یه ریزه‌کاری داره، چون به شکل‌های مختلف میاد، به شکل فوم میاد، به شکل سولوشن میاد و برندهای خیلی مختلف این رو می‌سازن. درسته. بعضی از برندها هستن که به خود داروی مؤثر ماینوکسیدیل یک سری بوتانیک‌ها رو اضافه کردن. مثلا توی ایران تو عطاری‌ها خیلی ما داروهای مختلف داشتیم که به ریزشمون کمک می‌کرد، قزل گون و اینو. توی اینجا هم بسیاری از داروها هستن که بوتانیک هستن و اثبات شده که کمک میکنن به رویش مجدد مو. توی ترکیبات به ماینوکسیدیل اضافه میشن که آنلاین هم حتی میتونن خریداری بکنن و استفاده بکنن. اینو باید با نظر خود دکتر داروساز باید اتفاق بیفته؟ نه، اینو حتی میتونن خودشون هم انجام بله. بدن. یک چند تا برند هستن، مثلا یکیشون برند هیرمکسه که آمریکاییه، آنلاین میتونن بگیرن. حتی میدونم توی آمازون هم چند تا برند. چی باید سرچ کنن برای هیرمکس؟ هیرمکس خودش وبسایت داره. نه، منظورم اینه که پروداکتی که باید ببینن، پروداکت خاصیه باید همون ماینوکسیدیل 5% رو سرچ بکنن پلاس بوتانیکال. چند تا محصول میاد که ریویوهاشو خودشون میتونن بخونن ببینن کدومشون. فکر میکنم در واقع یکی از برندهایی باشه که شاید هزینه‌ش هم مناسب باشه برای افراد بتونن در واقع افوردبل هست، به عبارتی میتونن در واقع استفاده کنن. کلن ماینوکسیدیل و ترکیباتش خوشبختانه خیلی ارزونن، بسیار افوردبله و فقط اون همت رو میخواد که آدم هر روز دوبار رو استفاده بکنه. خب میدونید که حتما شنیدید که در ابتدای استفاده شاهد ریزش بیشتری هستین، برای اینکه موهایی که دیگه قراره باتون خدافزی کنن توی اون تایم سریتر بارشون میبندن میرن. ولی خب نگران نباشین، با همینطور استفاده مداوم شاهد جوانه زدن پیاز موتون میشه. پس آقای حسینی، اول ریزش داریم بعد مجدداً رویش داریم، این رو باید داشته باشیم تو ذهنمون که یه وقت خدای نکرده ناامید نشید. در صورت اگر دیدید بیشتر از این ریزش مو دارید، بعدش مطمئن باشید که رویش خواهید داشت. بعد. چقدر بعدش؟ 6 ماه بعدش میبینید 20-30% میتونه به افزایش حجم موتون کمک بکنه و اگر پیاز این زیرها باشه میتونه اونها رو احیا کنه. 100% این کار میکنه. خیلی هم عالی.
خطوط اول، دوم، سوم درمان داروهای سلامت مو رو هم بفرمایید. خب حالا همین ماینوکسیدیل ادامه داره، شما یه رشد تا حدود 30% تو حجم مو میتونید بگیرید. اگر که خیلی دوست دارید که هزینه بکنید برای موتون، که خیلی هم اتفاق خوبیه، یک سری دستگاه ها هست که به شکل تل و کلاه میفروشن و اینها نور مادون قرمز در واقع از خودشون ساطع میکنن، که شما وقتی نشستین خونه دارین تلویزیون نگاه میکنین، مثلا این تل رو میزنین تیکه تیکه روی سرتون، یا کلاه رو مثل شبیه این کلاهای کپ هست میذارین چند دقیقه در طول روز روی سرتون، و اون هم علاوه به تنهایی هم اینها توصیه میشه، ولی وقتی که با ترکیب اون ماینوکسیدیل استفاده میشه، شما فکر کنید که اینم باز 15% میره کمک میکنه به اون داروی قبلی که دارین استفاده میکنین. ولی یه مقدار گرونه، حدود $1,000 مثلا آمریکا باید باجت بذارین براش. داروخونه های اینجا دارن؟ داروخونه ها ندارن، نه اینا رو همه رو آنلاین میتونین تهیه بکنین. اسم برندش یا چیزی که باید بگیرن؟ بهترین برندش که من گفتم و گرفتن و تاثیرش دیدن همون برند هرمکس آمریکاست. هرمکس مثلا اینکه خیلی داره کولاک میکنه این روزا. بسیار عالیه. قیمتش ببینید شما، خب پی آر پی هم برای مو خیلی خوبه، که از پلاسمای خونتون تصفیه میکنن و اون رو به سرتون تزریق میکنن، ولی خب خیلی هزینه بره. شما مثلا اگه هر ماه بخواییم برین نزدیک $1,000 بعد پول هر جلسه پی آر پی رو هزینه بکنین. خب ولی یه تل یا کلاه که بخرین یه بار میخواییم و همه اعضای خانواده هم میتونن ازش استفاده بکنن کلن در خانه. 6 ماه بعد استفاده کرد؟ اصلا میتونین قطعش نکنین، میتونیم همینجوری الال ابد از این استفاده. بله، چون تقویت میکنه پیازمون رو، ضرری هم اصلا نداره. ضرری نداره، یعنی تقویت میکنه یه جوری، یا تحریک میکنه شاید. بله، پیازمون رو که رویش کنه. آره. بعد با توجه به حجم مویی که دوستان الان دارن توی این موزه، آیا این اصلا میرسه به اون؟ بله بله بله، حتی برس هم داره، میتونین برس هرمکس که همون نور رو میده روی موتون بکشین. خیلی محصولات متنوع داره، بستگی به لایف استایل هر فرد داره که کدوم براش راحت تره. جالب. ولی از نظر کلینیکی کاملا اثبات شده که کمک میکنه. این خط چندم بود الان از درمان لیزر؟ خط دوم. خط دوم پس لیزر میشه. پس خط اول شد ماینوکسیدیل، خط دوم لیزر و خط سوم رو الان داریم آقای حسین. بله، خط سوم ساپلیمنت ها هستن، مکمل ها که به تعداد موهای سر در مارکت فراوونه. هر کیم هر کدومو خورده احساس میکنه که اون بهش کمک کرده. تلقینیه میشه، حالا واقعا کدوم ها خوبه؟ دقیقا حرفتون درسته، تلقینیه، کلن خیلی تاثیر زیادی نداره. 100% که کم بوده، یک سری ویتامین ها باعث ریزش مو میشه، مثلا بیوتین، آهن، وقتی کمه شما هم ریزش موتون بیشتره. درست. از اون نظر ساپلیمنت ها به شما کمک میکنن، ولی برای رویش مجدد مو تقریبا همشون همسط هم و اثر خیلی چشمگیری واقعا ندارن. شما برای مکمل ها توصیه خاصی دارید در این حوزه؟ ببینید، برندهای مشخص، همونطور که گفتم من صحبتم بر اساس ساینس و توصیه های هلت کانادا، هیچ کدوم اینها خوردن مکمل در روز رو توصیه نمیکنه. همه توصیه میکنن که شما سعی کنید این رو از تغذیه به دست بیارین، که متاسفانه برای اکثر ما قابل انجام نیست و ما به مکمل ها روی میاریم. هیچ برندی رو بر برند دیگه من ارجح نمیدونم، بستگی به بودجه که میذارین یک برند متعادل رو انتخاب کنین استفاده بکنین. همشون شبیه هم هست. این خط سومه. این خط سومه، بله. بسیار هم عالی. و عرضم به حضور شما که اثر بخشترین مسیرم که شما فرمودید همون مسیر شماره یک خط اول میشه، درسته؟ باید صبور باشیم برای رویشمون. ترکیب لیزر و ماینوکسیدیل اگر پیازی در سر شما باقی مونده باشه 100% جواب میده، اگر که نه که دیگه باید به کاشت مو با اینها رو. اگر پیازی پس باقی مونده باشه انشالله 100% جواب. بله، بسیار هم عالی. خانم دکتر، یه سوالی که خیلی در واقع مطرح میشه این هستش که برای مراقبت از پوست از چه خدمات نسخه داروخونه ما میتونیم استفاده کنیم؟ اینم لابلای پیامک‌ها. اون قسمتی که به داروخونه مربوط میشه، درسته؟ اون هست که اگر پوست شما آکنه داشته باشه یا استفاده از لایه بردار احتیاج داشته باشین، داروی نسخه احتیاج دارین. ولی مرطوب کننده ها و سرم های مختلف که هیچ کدوم به داروخونه رفتن کسی نیاز پیدا نمی کنه. برای اونها که بعد نسخه داشته باشین از دکترتون، برای آکنه
کرم هایی که آنتی بیوتیک داخلش داره و لایه بردار، همش هم نسخه میخواد و با پلن های گاورمنت هم هیچ کدوم کاور نیست، خیلی هم ارزون نیست، ولی خب کسایی که پرایوت پلن دارن میتونن استفاده کنن. توصیه ویژه‌ای به عنوان دکتر داروساز برای مراقبت از پوست، حالا اگر پروداکت و محصولی که شما توصیه میکنید مثل همین محصولاتی که اشاره فرمودید برای راهکارهای رویش مو، رویش مجدد مو، توصیه داری برای پوست؟ بله توصیه دارم. هر کسی یک روتین پوستی به هر حال داره و پوست خودش رو بهتر از هر کس دیگه میشناسه. توصیه هم اینه که خیلی از محصولی به محصول دیگه جامپ نکنن واسه این که ببینن کدوم بهتره. سعی کنن برای خودشون یک روتین پوستی ساده، مخصوصا کسایی که شاغل هستن فرصت کمی دارن، انتخاب بکنن. از لانگ از که پوست شما تمیز باشه و آبرسانی شده باشه به نظر من کافیه، دیگه بقیهش رو در باز حوزه تخصصی من. آبرسان هم توصیه خاصی دارید؟ آبرسان یه خاصی؟ آبرسان باز بیشترین توصیه که من دارم مصرف 8 لیوان آب در روزه، 8 لیوان آب در و یه کرم ساده. خیلی عالی، خیلی متشکریم از خانم دکتر سماد. جنبندی اگر دارید در این برنامه میشنویم. خواهش میکنم، جنبندیم اینه که تغذیه سالم و ورزش باعث میشه شما پوست سالم داشته باشین، موی سالم داشته باشین، اعصابتون راحت تر باشه، این دوتا رو ازش غافل نشین. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سماد، دکترای داروسازی در ونکوور کانادا. متشکریم. ممنون از شما شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم از رفقای اتاق فرمان. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه صوتی پیامکی 604-655-7070 نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از رادیو تورنج کانادا، بدرود.